درود فراوان به همه شما عزیزان. به برنامه رهایی خوش آمدید. من دکتر فروشان زینی، روان درمانگر و مشاور خانواده، در کنار دکتر ایرج شمسیان، روان درمانگر و مشاور اعتیاد هستم. سلام. سلام بر شما دکتر عزیز، سلام بر همه عزیزانی که با ما هستن. خوشحالم واقعا که اینجا خدمت شما هستم. دکتر، داشتیم صحبت میکردیم قبل از این برنامه که شما خوشبختانه واکسنتون رو گرفتین. منم در به در دنبال اینم که واکسن رو پیدا کنم. در نتیجه میبینیم که میدونی زندگی همه ماهای مقدار زیادی تغییر پیدا کرده سر برنامه کووید. و بعد خب توی این فضایی که میبینین در ممالک مختلف، در گروه مختلف، در سنین مختلف و در اجتماعات مختلف، بنابر شرایط اجتماعی، باورها، ساختارهایی که وجود داره، یک ویروس با چند تا استرند ولی جوری که ممکنه که ماها تو زندگی ماها داره تأثیر میذاره، حالا نه فقط در نظر فیزیولوژی بدن بلکه از نظر روحی چه جوری داره تو زندگی ماها تأثیر میذاره. به نظر من جالبه که این مقدار راجبش صحبت بشه و مبحثیه که میدونم شما هم به هر صورت در جایگاهی که الان با گروهی دارین کار میکنین مشخصا این رفتارها و تفاوتها رو در حقیقت دارین میبینین. و چی فکر میکنین راجبش؟ من ببین دکتر فوجان عزیز، ما بهای خیلی گندهی دادیم برای این اتفاقی که حالا این سال یک سال ما گرفتارش هستیم. یه پدیده تازهی بوده حالا توی این شرایط که پیش اومده، یه ضربه آنچنانی، و حیفه که ما درس هامون رو لااقل نگیریم از اینجا، چیزی یاد نگیریم و بریم. اگر ما به عنوان جامعه بشری، اگر هممون به عنوان هر جایی که هستیم، هر عضو هر قبیله کوچولوتری هم هستیم و به طور کلی عضو جامعه بشری که هستیم، یعنی فکر میکنم هممون باید یه سری از این موضوع درس بگیریم. حالا ما میبینیم که یه جایی، من مثلا کشورهایی که جنگ خیلی بهشون صدمه زده بود، جنگ جهانی، جنگ‌های حسابی، خیلی جالبه که اینها در مورد کرونا آنچنان صدمه ندیدن. تا فرض بکنین کشورهایی که یه ذره حالا فرق میکرده شرایطشون. من فکر میکنم باید، خیلی دوست دارم جوان ها تحقیق بکنن راجع به قوم ها، ملیت ها، کشور ها، فرهنگ ها، هر جور دستبندی که میکنیم، که چه کسانی صدمه کمتر دیدن. اون چیزی که من خودم مشاهده کردم، اینو از روی حسابی برنامه خیلی درست و تحقیقات درستی نمیگم، ولی چیزی که من مشاهده کردم، دیدم اون دسته های فرهنگ هایی که تونستن یه جور انعطاف پذیر باشن بهتر مقابله کردن، رفتارشون رو تونستن تغییر بدن. یعنی اگر ما فامیل من و من و فامیل من توی یه جامعه خیلی کوچولو اینطوری یه سری عادتهایی داشتیم، مثلا تولدا حتما دور هم جمع بشیم، اعیاد حتما دور هم جمع بشیم، اعیاد ملی مذهبی، یه سری اتفاقاتی که تو فامیل ها میفته، اگه قرار بوده که این کارو و هی این کارو بخوایم حتما ادامه بدیم، خب با این شرایط صدمه میبینیم، لطمه میبینیم. کسانی که انعطاف پذیری دارن و میتونن شرایطشون رو، رفتارشون رو، عادتهاشون رو تغییر بدن به خاطر اتفاقاتی که داره میفته، مثلا فرض کن من انقدر در طول امسال شنیدم که تولد گرفته بودن، خب بعد پیش خودم فکر میکنم آخه چرا تولد گرفته بودی؟ ولی خب هر کی حق داره هر کاری میخواد بکنه، هر کی هم حتما یه جوری محکم و سفت گرفته یا مواظب بوده. ولی متاسفانه من انقدر خبرهای بعد از تولدها، بعد از جشنها، بعد از نمیدونم اصلا داستانهایی که بعضی وقتا کمدی بوده، حالا جمع شدنهایی که، و خب آدم میبینه که چرا کسانی که تونستن انعطاف پذیر باشن، کسانی که گفتن حالا ما این بار، امسال، این ماه، این هفته این کار رو نمی کنیم، حالا ما یه تغییر تو رفتار رو میدیم، به نظر من تونستن بهتر دووم بیارن و صدمه نبینن. اینه که ما باید درس یاد بگیریم همه ی برای اینه که یکی از کارهایی که ما با هم داریم میکنیم که ما چطوری میخوایم بمونیم، ادامه پیدا کنیم، چطور، چون از این مسائل، حالا این که آخرش نبوده، حتما ویروس های دیگری میاد، حتما مسائل دیگری میاد، و چه خوبه بدونیم که
چه چیزهایی، برای اینکه یه جایی برمیگرده و با محدوده اعتیاد یه اوورلپ میکنه، یه جایی با هم دیگه به هم مربوط میشن که اعتیاد یعنی که ما حتما باید اون کارهایی که حتما همیشه میکنیم و انجام بدیم و بعد نه لزوما یه کارهایی رو میشه نکرد، خیلی کارها رو میشه نکرد. و من واقعا به این نتیجه رسیدم و بایستی، حالا امیدوارم که جوانها بعدها تحقیق کنن، ببینن با آماری که داریم، با رفتارهایی که داریم و مسائلی که داریم، ببینیم که چطور با اینجور چیزا میشه مقابله کرد، چه چیزهایی حتمیه تو زندگی، چه چیزهایی رو حالا میشه یه سال دو سال هم انجام نداد، شیش ماه هم انجام نداد. و اگه ما خیلی هممون واضح بودیم تا حالا اینقدر طول نمی کشید هممون، برای اینکه همه باید تو اون مسئله با هم شریک باشیم. من فکر میکنم که درسای خیلی خوبی مخصوصا توی فرض کنی که جایی که ما هستیم و بچه ها برای ترک هستن، اینا واقعا نمیدونم اگه بگم به شما یه چیز بوده سی و خورده این نفر، یه ده نفری تراپیست و کانسلر اینا، یه چیزی بوده 40 نفر و ما سالم موندیم، تا حالا سالم در رفتیم، بیشتر به معجزه شبیه. ولی خب خیلی درس ها یاد گرفتیم، خیلی چیزها رو تمرین کردیم، اصرار کردیم، روش موندیم و باز خیلی درس هایی که ما از این کووید گرفتیم، درس هایی که توی بهبودی هم به دردمون میخوره که باید با همینو انجام بدیم، با هم باید با هم کار کنیم، هر کی بخواد ساز خودش رو بزنه نمیشه. وقتیشون صحبت میکردین این بیشتر داشت به نظرم میمد که خب ما در شرایطی هستیم که خب با چند تا از ممالک مختلف، هم به خاطر بیزنسی، دوستان، همسرم که اشخاص مختلف دارن کار میکنن و به خاطر همین رفتارهایی رو که در ممالک مختلف داره اتفاق میفتم خیلی برای من حضور داره. من الان مراجعینی دارم که دارن تو بلژیک زندگی میکنن، تو آلمان زندگی میکنن، تو ترکیه زندگی میکنن، ژاپن زندگی میکنن، استرالیا زندگی میکنن و خب خیلی موقع از اونها میپرسم که داره چه اتفاقی اونجا میفته و سیستمی که داره نگه داشته میشه چی هست و بعد میبینین که خب خیلی از سیستم هایی که به هر صورت حتی فرهنگ ها میدونین دو تا مدل فرهنگ داریم دیگه، میدونین مدل فرهنگ شرعیه که حالت اجتماعی بودنش، ریچوالاش، کاراشون خیلی مشخصه، با همن، کل خانواده یا فرهنگ و جامعه با هم یه سری کارا رو میکنه. یه سری فرهنگ های غربی هم هستن که خب خیلی ممکنه که درسته که سوشالیزیشن اجتماعی بودن رو دارن، یه مقدار زیادی فردگراتر هستن روی مسئله. و وقتی کلن اینا رو نگاه میکنیم میبینیم در باز در جوامعی که حتی فرهنگش اجتماعی تر بوده ولی سیستم دولتی و قانونی سیستمی بوده که خیلی حالت سیستماتیک مسائل رو نگه داشته، قوانین رو نگه داشته، اومده جلو و رفته جلو. مثلا با گروهی تو هنگ کنگ داریم کار میکنیم، میدونی 9 میلیون نفرن توی جای خیلی کوچیک، یعنی یکی از اینها که اتفاقی براش بیفته پشت سر هم این یک جای خیلی زیادی رو، خیلی اشخاص زیاد، هم آپارتمان‌های توی های رایزا بغل هم دارن زندگی می‌کنن. و دقیقاً می‌بینید که کل مرگشون بوده 5 نفر تو تمام این سالیان، توی تمام این ماه‌هایی که اتفاق افتاده و چند بار شات داون کردن، هر شات داونشون مثلا 2-3 هفته بوده و بعدم بیزنس ها داره جلو میره آروم آروم. ولی اتفاقی که میفته وقتی میپرسیم میبینیم که جوری که ترک میکنن، جوری که مواظبن، جوری که همه فوری چک کردن، تست دادن، همه جاها این اتفاق میفته، الان جوری که دارن واکسن میزنن، یک سیستمی هست که همه رو یک دفعه در بر میگیره و آدم ها هم احترام میذارن، حالا چه قبول دارن سیستمشون رو چه ندارن، یک سری چیزها رو وقتی که سیستم داره به نفعشون کار میکنه حداقل اون رو میپذیرن، شروع نمیکنن با اون لجبازی در آوردن، چون بازم میگم چه سیستم رو قبول دارن چه ندارن، به هر صورت جایی که مشخص میشه تشخیص میدن که این سیستم حتی حالا اگرم داره زور میاد، دیکتاتوریه یا اینه یا اونه، هر به هر صورت سیستمی که تو این قسمت داره به نفع من کار میکنه، پس اینجا جای لجبازی نیست در حقیقت و من باید اون فضا رو به وجود بیارم. و بالعکسش رو میبینیم توی اروپا، که توی اروپا میبینیم که سیستم خیلی بازتره، یعنی من با کسانی که در فنلاند و بلژیک و حالا انگلیسه که الان چند تا مثلا دیستریکت کرده ولی حتی قبلش، و
فضای این بودش که احترام، فضای احترام به انسان هاست. یعنی سیستمت چون نمیاد به شما بگه باید این کارو بکنی، رستوران ها رو ببندی، فلان کنی، بیسار کنی. ولی خب تریسینگ رو که انجام میده، ولی یک رشد و نبو اخلاقی در انسان ها به وجود اومده که اون رشد و نبو انسانی میگه من مسئولم. در نتیجه من تو مسئولیتی که برای خودم و انسان های دیگه تجربه میکنم، اگر که میبینم الان که ماسک زدن، بیرون رفتن، این کار کردن کمکی نمیکنه و خطرناکه چه برای من چه برای بقیه، پس به اون احترام میذارم. کسی هم بالا سرم نباید باشه، زورم هم نباید بکنن، مثل حالا نمیدونم چین و یه سری از این مملکت دیگه هم نباید با درون بیان بالای سر من بگن مثلا دیدیمت، ویدیو تو گرفتیم، برو تو خونت. زورم نباید بهم بگن، بهم احترام میذارن، با احترام میگن این کارو بکن، منم با احترام قبول میکنم، میپذیرم، نه لجوزی میکنم، نه کتککاری میکنم، نه حرف میدارم رانجا به این مثلا و تا ببینم که چه اتفاق میفته. و بعد سیستم دیگه ای رو میبینیم که هم در امریکا وجود داره، همین هم که در ما ایرانی ها وجود داره، و اونم اینه که یک بی احترامیه به خصوصی به اونی که هر کار دلم میخواد میخوام بکنم. و این هر کار دلم میخواد میخوام بکنم، خب گرفتاری برای ما به وجود میاد. مثل که من دو تافته جدا بافته هستم که دلم میخواد هر کار بکنم. حالا مثلا یه مقدار یه گروهی از امریکایی‌ها این حالت دارن که کسی نمیتونه که میدونین آزادی منو بگیره. تا با یه گروهشون صحبت میکنم، گفتن این ماس زدن ها این آزادی منو میگیره. گفتن اتفاقا یک مشت دوستانی من دارم که اینا هر وقت کلا لباس میپوشن هم همینو میگن. من فکر کنم موقعیت خوبی به اونا همه لباساشون در بیارن تو خیابون راه برن، ندارم کسی آزادی منو بگیره، من دلم میخواد لخت او را میشه راه برم. اون که حالا طرف رخد و اون را میره، حالا فقط قیافه شما نمیخوایم ببینیم، میگیم قانون میاد و تیکت بهش میدن و میبرن زندان. این که حالا تازه تو به خاطر اینی که احترام نمیذاری، ماسکتو نمیذاری، بقیه هم داری تازه بیمار میکنی. میدونی یعنی مشکلش ده برابره، ولی حالا دو حالت مثلا تخت‌بازی اونجا در میاد. و اینی که مثلا یک لذتی هست از اینی که من میخوام ریبلیس باشم و سرتق بازی در بیارم. ببین ریبلیس بودن و سرتق بازی در بردن تو خیلی جاها ممکنه کارایی داشته باشه، ولی جایی که واقعا اهمیت و خطر رو داره برای بقیه به وجود میاره، مثل اینکه یک نفر که تصمیم میگیره کاری بکنه، کلی آدمای دیگه باید تقاص پس بدن. و این حرفی که شما میفهمید خیلی جاهاش هم به معتادین میخوره، این اون جریانه. یعنی معتاده فکر میکنه من هر کار دلم میخواد میکنم، بدن منه، به چه کسی چه ربطی داره که من دلم میخواد مثلا مشروب تا خرخره بخورم یا مواد مخدر استفاده کنم؟ آره به کسی ربطی نداره، مگر اینکه اونها نباید تقاصشو پس بدن. شما وقتی که داری با همسرت زندگی میکنی، با فرزندانت که اون داره تقاص پس میده، با مادر پدری داری زندگی میکنی که اون داره تقاص پس میده، با جامعه ای زندگی میکنی، چون تو کار خودتو انجام نمیدی، جامعه باید برگرده بپردازه برای اونجا کاری که تو داری انجام میدی. باز میشه این من سرتق بازی در میارم از فضای خودخواهی، هر کار دلم میخواد میکنم، ولی هو کیرز که چه اتفاقی برای بقیه میفته. اون جایگاهی که من فکر میکنم که یه مقدار زیادی هم میبینیم که چرا در یک سری جوامع و در یک سری جاگاهات این رشدی رو که این انجام داده و اتفاقی که داره میفته داره بدتر و بدتر میشه. به نظر من اون میگم اون احترام کمه. حالا چه احترام به خودمه، اطرافیانمه، به انسانها اطرافم هست، و نگاه کردن اینی که چجوری باید کنار بیام با این جریان. یه قسمتش هم که خب حالا از یه سری کانسپیرسی تیوری ها و یه سری حرفای که نه به داره نه به باره که آدم ها دیگه رفتن، مخصوصا اونایی هم که دلشون میخواست سرتق بازی در بیارن، دیگه باب دلشون بود که بهشون بحاره دیگه. دقیقا من داره این مثلا تخص بازیشون رو در بیارن. من خدا شایده، یعنی خودم یه دورانی سالهایی تو زندگیم هر وقت یه چیز غیر عادی اتفاق میافتاد خیلی کیف میکردم. یه روزایی که برنامه به هم میخورد، تغییر میکرد، و میدیدم که من اصلا اون وقتی که روزها داره مثل معمولی میری جلو اصلا دوست ندارم. و وقتی یه روزهایی وقتی همه چی به هم، زلزله که میومد یا برف شدید که میومد یا یه اتفاقاتی میافتاد که به هم میخورد، اصلا انگار که دنیا رو به من دادن. بعدها تغییر کردم و درست شدم یه جور دیگری، از اینکه آرامش و اون که بتونیم پیش بینی کنیم امروز چه اتفاق میفته، چی میره، و حالا یه مقداری این
بوده، خودم هم داشتم، ولی خب آدم آروم آروم به جایی میرسه که یه جایی ما باید با همدیگه، درسته آدم ها نظرهای مختلف دارن، نظرهای مختلف میدن، افکار مختلفی دارن، هر چیزی دیگه، همون حرفی که شما زدی از احترامی که با هم داشته باشیم و با احترام با هم صحبت کنیم. اگر کسی مخالف من حرف میزنه، اگه من بهش تهمت بزنم که تو دشمن بشریتی، تو دشمن اینی، تو بدی که داری این حرف رو میزنی، اون وقت باعث شکاف میشه و نمیتونیم با هم علیه یه ویروس متحد بشیم و بجنگیم. اگه اون احترام رو برای هم قائل باشیم، اگه اون فرهنگ رو داشته باشیم که یه جایی هممون به حرف کسی که در این مورد تخصص داره و ما بهش این اختیار رو دادیم که به ما بگه در این موارد چی کار باید بکنیم، حرف اونو گوش بکن. اگه اون احترام، اگه کسی مثل من نیست، دشمن منه، نگاه ما باشه، ما از همه چیزی لطمه میخوریم. اگر اینکه ما ممکن اختلاف عقیده داشته باشیم، ولی کسی که با من اختلاف عقیده داره دشمن من، دشمن مذهب من، دشمن کشور من، دشمن بشریت نیست لزومن. فقط ما هر دو میتونیم عاشق همه اینها باشیم، ولی افکار مختلفی با هم داشته باشیم. متاسفانه یه مقدار اینجا در امریکا به خاطر اینکه پولیتیسایز شد، یه مقداری به سیاست کشید و سیاستمدارهای مختلف یه دفعه جناحهای مختلفی رو برداشتن و جلو رفتن، خب خیلی خیلی امریکا به خاطر این موضوع صدمه دید. زیاد من ایران رو نمیشناسم و نمیدونم، خب من از چه میدونم 3 سال من حتی ایران نرفتم، بعد زیاد با خبر نیستم از جامعه ایران، ولی اینجا رو میدونم امریکا ضربه بسیار بزرگی خورد به خاطر همین که عقاید مختلف اومد و یه عده‌ای نتونستیم هممون یه جایی متحد باشیم و یه چیزی رو دنبال بکنیم. این خیلی بد شد. به نظر من خیلی کمک میکنه که وقتی یک مسئله جهانیه، حالا درسته که مثلا ممکنه در یک زمانی، در یک جامعه، در یک شهری، در یک مملکت به خصوصی، یک موضوع به خصوصیه که اون گروه دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن و فقط دارن دنیای خودشون رو بررسی میکنن، ولی وقتی که یک زمانی یک مشکلی رو میبینیم که همگانیه، خیلی کمک میکنه به نگاه کردن اینی که همونطوری که شما اون اولش داشتین میگفتین، چطوره که یک گروهی با همین مشکل یک جور دیگه دارن برخورد میکنن و کارایی داره و داره جلو میره، و چطوره که توی خونه من، توی جامعه من، شهر من، مملکت من اونجوری نگاه نمیشه. یعنی که همون که فرمودین یه سری چیزا خب پولیتیسایز میشه، یعنی که خب من میدونم مثلا چی میگن نارسیسیزم، خودمحوری و خودشیفتگی تکی رو دیدیم، ولی حالا دیگه خودشیفتگی و خودمحوری گروهی رو داشتیم دیدیم که نه به خاطر اینه داره اتفاق میفته. میگفتم والا به پیر به پیغمبر بقیه دنیا they don't care که مثلا دموکرات ریپابلیکن چه چیزی هستش، بقیه دنیا دارن دیل میکنن با اینکه یک ویروسیه که تمام دنیا رو گرفته، الان برزیل رو گرفته، همه جا رو گرفته، یعنی یک جایی نیستش که از این جریان قصر در رفته باشه. و بعد نگاه میکنین دقیقاً اون ممالکی که حالا پرزیدنت هاشون، سیستمشون، هر کدومشون گفتن مطرح نیست، این خبری نیست، هیچ چیزی نیست، بالاترین دث ریت داشتن، به خاطر اینی که خب این همون شما با یک کسی مثل پدرت، به کسی که اون بالا هست اعتمادی کردی و اون شخص تو اون سیستم رو داره میگذرونه. و تمام جاهایی که سیستم، میگم چه خوب بوده چه بد بوده، چه ملتش قبول کردن چه نکردن، زمانی که این فضا رو گرفته و جوری هم با ملت تشخیص دادن که حتی اگر اون سیستم رو دوست ندارن، تشخیص دادن که این کار سیستم فعلا به نفع منه، چون هر سیستمی هم ملتش احتیاج داره دیگه، واقعا بدون ملت که تو نمیتونی حکمرانی بکنی، که واقعا 4 نفر باید زنده باشن که من بتونم روشون حکمرانی بکنم، همه بمیرن که ملت هر بعد یه گروهی زنده میمونن. تو گروهی که زنده میموندن، در نتیجه مهم اینجاست که من ببینم چه جوری میتونم بقای خودم رو و بقای اشخاص دیگری که اطرافم هستن، دوستشون دارم رو بتونم در بر بگیرم. وقتی خب شوخی میگیرن جریانو، به خاطر همینم هم هستش که تقاسم بیشتر پس میدیم. ما الان نگاه کنین از نظر کاری، از نظر بیزنسی، از نظر هر چیزی، تقاس بیشتر خیلی ها پس دادن تا این ممالکی که الزاماً میدونی مسئله‌ای توی مسائل اقتصادیشون اتفاقی نیفتاده، برای اینکه تونستن اون جایگاه رو نگه دارن. حالا همونطوری که میفرمایین که چجوری وقتی نگاه میکنیم به
اینی که در یک ساختار خانواده، حالا اون از جایگاه بزرگتر هم بیاریم توی ساختار خانواده بذاریم، وقتی که در این ساختار خانواده هم این گروه با هم دیگه نمیشینن حرف بزنن، قراری بذارن و با هم دیگه احترام بذارن، گرفتاری پیش میاد. دکتر شما باورتون نمیشه تو همین شرایط زن و شوهرها چقدر با هم دعوا میکردن، چون یه نفر حوصله‌اش سر رفته دیگه، داره کلش میخواد سرشو بزنه به دیوار، میگه برای من دیگه فرق نمیکنه، من دارم میرم مهمونی، من دارم میرم کارام انجام میدم، و یکی دیگه که خب میترسه، ناراحته، شاید سنش به جایی یا کاندیشنی داره، دائم توی دعواهای اینجوری میافتادن بین خودشون. یعنی یکی مثلا یه مادر مسن‌تر داره، واسه همین نمیخواد بره بیرون، میخواد حواسش باشه برای اون. بسیاری از دعواهای خانواده ها این بودش که حتی در یک خانواده در جایگاهی که بتونن اینا به هم دیگه احترام بذارن که یک مشکلی هست و باید با هم ماها بتونیم این مشکل رو حل کنیم، و بله بعضی موقع ها باید یه سری محدودیت ها برای خودمون به وجود بیاریم تا اطلاع ثانوی، تا بتونیم از این مسیر رد بشیم، با این حال میدیدیم که نه، من دلم نمیخواد که آزادیم از بین بره یا مدلی که داشتم زندگی میکردم از بین بره. حالا طرف وقتی که گرفت دید که چقدر آزادیش ازش گرفته شد، و بعد دید عزیزانش، و بعد عزیزانی رو، خیلی از اشخاصی که از بین رفتن از کسان دیگری گرفتن که به حریم اینها به هر حال اون احترام گذاشته نشد. من چند تا عزیز رو واقعا از دست دادم، از کسانی که خب میدونم حیفه که بعد این چجوری این بار رو ما میتونیم سنگین کنیم، که من برای اینکه فکر میکردم برم مثلا داستانهای عجیب غریبی، بعضی میگم به خدا یه جایی وقتی زندگی کامدی و تراژدی با هم قاطی میشه، یعنی هم کامدی هم تراژدی، که به خاطر یه مهمونی یه دفعه 15 نفر بدون هیچ دلیل و بیمار شدن، و بعد یکی از اونها واقعا دووم نیورد و از بین رفت و سخت شد. این امیدوارم نگاه بکنیم، و اینکه نمیتونیم با خودمون وقت بگذرونیم و حتما باید یه جوری از خودمون فرار کنیم و حتما باید یه جوری، کسانی که خیلی زجر کشیدن از این خونه موندن، یه ذره از این به بعد به خودشون فکر کنن، یه ذره از این بعد فکر کنن که من چرا با خودم چرا از حوصله خودم رو ندارم، من چرا با خودم که تنها میشم دیوونه میشم، حالا بد میشه، من چرا فقط باید برم تو دیگران خودم رو پیدا کنم، من میتونم با خودم، میتونم خیلی با خودم حال کنم، میتونم بگم حالا که مزاحمی نیست، دوروری نیست، با خودم، با همسرم، با فرزندانم، به عنوان یه خانواده میتونیم، اگر نتونستیم روش کار کنیم، به دستش بیاریم. خیلی لذت بخشه کسی وقتی تنهاست بگه به چقدر خوبه تنهاییم، یا وقتی با همسرشه و جفتشه چقدر خوبه ما دوتا با همیم، ما لازم ندارست که با هم بریم یه چیزی دوتایی با هم دیگه، خیلی به مو خوش میذاره، با فرزندانمون، با اینی که اگه از اونی که هست همش باید تغییر بدیم و بریم، یه سری ایراداتی هم اونجا هست. دقیقاً. مثلا امیدواریم که همه عزیزان سالم باشن، به خودشون رو سلامت نگه دارن، واکسناشون رو بزنن، و به حالا این کانتروورسی سر واکسن هم یه سری کانتروورسی دیگه و کانسپیرسی تیوری هست، ولی به هر صورت امیدوارم که به خودتون برسید و اطرافیانتون، تا این جریانم شاید تا پاییز دیگه یواش یواش اثرش از دنیا کنده بشه و بره جلو. مرسی از گفتمان و درد دلهایی که میتونستیم با هم بکنیم، و امیدوارم که دوستان هم حداقل یک جای خودشون رو پیدا کردن تو گفتار من و شما، که هر کسی بالاخره این تجربه رو داشته، یک مدلی توی زندگی خودش این تجربه رو داشته. دوستان اگر مایل هستید با ما در تماس باشید که با tarnamayfujan.com و تمام سوشال میدیاها دکتر فوجان زین میتونید که سوالهای خودتون رو مطرح بفرمایید. دکتر چجوری میتونن اشخاص با شما تماس بگیرن؟ ایرج شمسیان سوشال میدیا هستم، فیسبوک، اینستاگرام، و در خدمتتون هست. خیلی ممنون از شما، مرسی از همه شما عزیزانی که با دلتون به ما گوش دادید. تا هفته های آینده با یکی دیگر از برنامه های رهایی، روز و شبتون خوش. Thank you.